اون وقتی که حسین ابن علی علیه السلام از اسب روی زمین افتاد، یعنی در اون لحظات آخر، و اسب بی صاحب امام حسین به خیمه ها برگشت و زن و بچه و اهل حرم فهمیدند که حادثه برای حضرت ابی عبدالله پیش آمده، خب هر کدام یه عکس العملی نشون دادن. یه بچه 11 ساله ای بود که در آغوش امام حسین بزرگ شده بود. در حادثه کربلا 10 سال از شهادت امام حسن میگذشت، یعنی این بچه از 1 سالگی در دامان عمو تربیت پیدا کرده بود و با عمو انس گرفته بود مثل پدر. شاید به خاطر اینکه بچه یتیم بوده، امام حسین از فرزندان خودش هم بیشتر به او محبت میکرده. خب پیداست که یه چنین محبتی چگونه این بچه رو سراسیمه کرد وقتی که فهمید که عموش در وسط میدان روی زمین افتاده. با شتاب آمد و رسید بالا سر ابی عبدالله، اونطوری که نقل کردن و نوشتن. هنگامی که این بچه رسید، یکی از سربازان خبیث و قسی القلب ابن زیاد شمشیر رو بلند کرده بود که بر بدن مجروح ابی عبدالله فرود بیاره. این بچه در همین حال رسید که دید عموش افتاده روی زمین و یه ظالمی هم شمشیر رو بلند کرده که فرود بیاره. این بچه اونقدر ناراحت شد، اونقدر سراسیمه شد که این دستهای کوچک خودش رو بی اختیار جلوه شمشیر گرفت. اما این کار موجب نشد که اون حیوان درنده شمشیر رو فرود نیاره. شمشیر رو فرود آورد، دست این بچه قطع شد. فریاد این بچه بلند شد، بنا کرد استغاثه کردن، اما این گرگ خونخوار به همین هم اکتفا نکرد. پشت سر این بچه رفت، بچه 11 ساله رو روی زمین انداخت و او رو به شهادت رسوند. اینجا بود که امام حسین خیلی منقلب شد، کاری هم ازش بر نمیاد. در مقابل چشم او این عزیز دلش رو، این یتیم برادرش رو، این بچه 11 ساله رو دارن میکشند. این بود که اینجا دست به دعا برداشت و از ته دل این مردم رو نفرین کرد، صدا زد اللهم امسک عنهم قطر السماء، خدایا باران رحمتت رو بر این مردم حرام کن.